سریع بخونم خدمتتون راجع به پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس که آقا این کی بالاخره تکلیفش مشخص میشه، کی باز میشه که بازیکن خارجی‌ها و جدیدا بتونن بیان؟ ببینید مشکلی که ما الان داریم توی بحث نقل و انتقال پوله. ما الحمدلله بالاخره اون تعهدی که به هوادارهای عزیزمون دادیم این پول کالدرون ردیف شد و الان حدود 10 روز 15 روزه که ما اقدام کردیم برای جابجایی. جالبه که شما بدونید که دو دفعه این پول ریجکت شده و بالاخره تحریم دیگه. ما جمهوری اسلامی وقتی تحریمه توی همه مواردش هست، حالا این آقایونی که ادعای توی بحث بین الملل ادعای صلح و ورزش و اینا میکنن بیان رسیدگی کنن. الان شما نگاه کنید 3,400,000 دلار ما دو ساله الان توی AFC، ما بالای 40 تا نامه زدیم که آقا از هر طریقی امکان داره این پول به ما بدید، ولی کوچکترین جوابی AFC به ما نداده. توی همین بحث نقل و انتقال پول هم خب بالاخره ما مشکل داریم. الان پول کالدرو میره به حساب وکیلش توی سوئیس. بله. اونجا میگن که آقا سورس این پول منبع کجاست، میان چک میکنن و میگن که چون تحریمه. حالا ببینید روش‌های مختلفی داره. الان هم خدا رو شکر یه بخشی از پول نشسته و الحمدلله. حالا واقعا من فکر میکنم که کار بزرگی بود این پول کالدرون و این کاری بود که ما قول دادیم به هوادارمون و الحمدلله انجام دادیم. حالا ما چیکار که چقدرش مونده؟ یه مقدارش مونده. من اجازه میخوام که اگر توی چند روز آینده قطعا این پول به دست وکیل خواهد رسید و ما تاییدیه رو میگیریم و ظرف 24 ساعت پنجره باز میشه و ما از خجالت هوادارهای عزیزمون در میاییم. یعنی این دوتا بازیکن جدیدتون تاجیکا باید منتظر باشن که پول کالدرون بشینه، خب رضایت اون بده، تاییدیهش بیاد. حتی ما علایالت بیکار نشستیم، در کنار این همین مستنداتی که بالاخره سویفت و مواردی که داریم برای فیفا فرستادیم از طریق فدراسیون، گفتیم آقا ببینید این مدارکیه که ما این پولو ارسال کردیم، حداقل یه مجوز موقت شما بدید 10 روزه یه ماهه که ما بتونیم اینا رو ثبت کنیم، بازیکن رو ثبت کنیم. خب متاسفانه نمیکنه فیفا این کارو. ما از طریق فدراسیون تا حالا چند بار پیگیری کردیم. این چیزیه که یعنی شما خودتون تخمینتون اینه که تا دوشنبه هفته آینده انجام میشه این قضیه؟ ما تلاشمون اینه که همین فردا انجام بشه، یعنی اینکه ما تمام هم و غممون رو گذاشتیم که این پول بالاخره تو وقتش برسه دست این آقای کالدرون و ما دیگه این موارد نداشته باشیم. ولی میگم از هر راهی هم که شما بگید رفتیم جلو. حتی میگم در کنار این همین مستنداتی هم که داریم برای فرستادیم که بگی آقا برای فیفا فرستادیم، برای AFC فرستادیم که آقا ما این کارو کردیم، یعنی حسن نیت خودمون رو ثابت کردیم تا اینجا. پس هیچ راه، یعنی همه چی رو امتحان کردیم، صرافی‌های مختلف و نمیدونم همه چی رو، ولی بخشش نشسته بخشش مونده. ان شاءالله میگم ما سر قصه بودیمی سر 32,000 یورو مال یه هفته علاف کرد. خب بعد بازیکن خارجی جدید توی این مدت دارید صحبت میکنید، بازیکن آزاد؟ بالاخره ما کادر فنی هر تصمیم بگیره بنده و هیئت مدیره احترام میذاریم به تصمیم دوستان و انجام میدیم. تاجیکا داستانشون چجوری بود؟ شما رضایت‌نامه‌شون کارش همه چی انجام شده؟ ما کارهای اداریشو داریم انجام میدیم، منتها منتظریم که این بحث به اصطلاح پنجره انجام بشه که ما کار خلاف به اصطلاح قانون انجام ندیم که فردا برای باشگاه دردسر بخوایم ایجاد کنیم. درسته. بعد تامین پول کالدرون بحثش مطرح شده بود، چجوری قصدش؟ من از شما اجازه میخوام که انشالله وقتی که ما تاییدیه رو گرفتیم توی یه برنامه‌تون بیایم کامل راجع به این توضیح بدیم و البته میبینیم که خیلی حواشی هم که این روزا ایجاد شده. واقعا این چیزی که حالا رسانه‌های بیگانه یا بعضی داخلی‌ها هم همسوباش میشن اینجوری نیست، یعنی حالا به وقتش یه توضیحاتی خواهیم داشت، ولی اینکه بالاخره همه دوستان هم و غمشون رو گذاشتن، آقای دکتر سجادی کمک کردن، واقعا همه تلاش کردن که این پول تهیه بشه و بالاخره دل 40 میلیون هوادار باید شاد میشد دیگه.
اینم جالبه که از قبل به ما به ارث رسیده. کالدرون مال زمان ما نیست، بودیمیر مال زمان ما نیست. شما حساب کن آقای میثاقی، ما توی این چند وقته 1.5 میلیون دلار حدودا پول به این آقایون دادیم. این یعنی 45 میلیارد تومان. این یعنی این که ما میتونستیم همین پول خرج توسعه باشگاه بکنیم. بله. چرا باید ما بذاریم که کار به اینجا برسه؟ خب من با هر مدیر عاملی توی این برنامه صحبت میکنیم، هم از سمت استقلال هم از سمت پرسپولیس، نکاتی شبیه به این دارن. یعنی به اون ارث رسیده یه به کاریایی. شما همینجوری که ما را صدا میزنید، همه دوستانی هم که بالاخره نقشی توی این حوزه داشتن بیان جواب بدن. چه اشکالی داره؟ من همین مثلا سر قضیه کالدرون واقعا با این ندونم کاری 600,000 دلار باشه. من بابت عمل کرده یعنی کل مجموعه بنده بابت عمل کرده خودم تو 10 ماه گذشته هر جا بپرسید میام جواب میدم، مشکلی هم ندارم. بالاخره ما امانتدار 40 میلیون 50 میلیون هواداریم.